سفر ما دو مقصد داشت. یکی زیباترین مسیر ریلی پاییزی ایران یعنی تهران به ساری و دومی پیمایش جنگل‌های پاییزی مازندران. با گروهی از دوستان خوب اصفهانی راه افتادیم از اصفهان به سمت تهران. بعضی دوستان قدیمی و بعضی از دوستان جدید. اولش با تو سلام علیکم. قرار بریم بتره کنیم. به به به. کوروش. چیز. سلام. کوروش. میخوام بریم هیزم. نه هیزم نمیخوام. بعد 5 ساعت ما رسیدیم تهران و مسافر شیرگاه بریم. راهن تهران پیاده کرد. بچه ها همشون با کوله هاشون را بسن بزن. برنامه بعد مسیر راهن تهران ساری که قرار بود تو ایستگاه شیرگاه پیاده بشیم، بعدش چون پیمایشی بود همه با کوله پشتی اومده بودن و بعدش میخواستیم بریم چند بزنیم و پیمایش کنیم. ما تقریبا 5:30 رسیدیم ایستگاه راهن، ولی بلیط حرکتمون از تهران ساعت 7:20 بود، واسه همین وقت داشتیم که بریم صبحونه بخوریم. از صبحونه خوری های کنار ایستگاه راهن استفاده کنیم. واقعا خوب بودن. قطار کوپه‌ای بود. هر کوپه‌ای هم 6 نفر جا می‌گرفت. پس یادتون باشه هر کی خواستید کوپه اختصاصی بگیرید واسه 6 نفر باید بلیط تهیه کنید. حالا یه سریام به قولی دلشون میخواد که تو سفر با آدمای جدیدی آشنا بشن که اونا بحثش فرق می‌کنه. دادا تو کدوم تو پایینی؟ خیلی بیتو دو سال نمی کشم. نه اینجا دیگه لاغر شدن. کجا رو تو هم نگم کنم؟ خودم قطار دقیقا حس دهه 60 و دهه 70 رو میداد. همون طعم، همون دید، همون احساس. از زیبایی های مسیر براتون بگم. تا قبل از اینکه از استان تهران و شهرستان فیروزکو خارج بشیم، پر از باغات گردو و باغات میوه های ترش مثل آلو و زردالو و این کوههای مریخی که کنار این باغات بودن. واقعا فکر نمی کردم یه همچین کوههایی در این مسیر ببینم که من سورپرایز شدم. کوههای مریخی که بعضی ها شبیه کوههای مریخی چابهار و جنوب بود، بعضی ها شبیه کوههای مریخی سمت آذربایجان شرقی و زنجان بودن و واقعا شگفت انگیز بودن. مثل دودکش بودن بعضی هاشون که آدم حس میکرد که با دست تراشیده شدن. یه شخصیتی که نه سیما هم یه فرزندی به دنیا میاد. به غیر ما چند تا گروه گردشگری دیگه ای هم بودن تو قطار. نمونش این گروه که لیدرشون داشت توضیحاتی راجع به قطار و تاریخ ایران و جغرافیای ایران به مسافراش میداد. کجا در پای البرز کوه این حیوانات بیاد آقا بخیر چی یه طرف ایسی بچه داشت. خب اینا میزنم در پای البرز کوه که این پرندگان اینا میدونید توی آیین باستانی ایران مخلصین طبیعتاً اونا که کنار ایستگاه راهن یا کنار ریل قطار دارن زندگی میکنن، یه چیزی فراتر و احساسی تر از ما درک کردن و یه خاطراتی دارن که شاید ماهایی که دور از ایستگاه قطاریم درک نمیکنیمشون. یه سری خاطرات خاص. نمیدونم اسمش چیه، ولی به نظرم خیلی باید قشنگ باشه که بعضی وقت تا از روز از شب یه قطاری با سوتش و
وقتی هم هوا سرد باشه، پاییز، زمستون، واقعا به نظرم حس جذابیه. نتونستم از مسئول و کاپیتانش به نوعی بپرسم، ولی فکر کنم اینجا هم داشتن دو لوکوموتیوش میکردن که مسیر سربالایی رو راحت بتونه بکشه. منظره و طبیعت از وقتی استان تهران و شهرستان فیروزکوه تموم شد و به نوعی سربالایی چمچم به سرازیری تغییر پیدا کرد، آروم آروم وارد طبیعت استان مازندران و از شانس ما وارد دریای ابر شدیم. چمچم شگفت زده شده بودیم. همه قطار تقریبا میتونم بگم اومده بودن پای پنجره، پای شیشه سمت چپ قطار، که این طبیعت و این دره و این ابرهایی که تو شناوریم رو ببینن. شما جمعیت رو ببین. اون گنبد و اون مناره رو ولش کنید، اون بالا بین دوتا کوه بالای دره رو نگاه کنید، پل تاریخی و زیبای ورسک. طبیعتا همه تون میدونید چه تاریخی پشت این پل زیباست. مش پشت من کچه آی کن من یه آیفون رفت. خب چمچم که از ارتفاعات میومدیم پایین تر داشتیم به طبیعت پاییزی و درختان هزار رنگ می رسیدیم. طبیعتی پاییزی شگفت‌انگیز. نگاه کنید و لذت ببرید از این پاییز زیبای شمالی. بعد از 7.5 ساعت رسیدیم ایستگاه زیبای شیرگاه و اینجا ما باید با قطار خداحافظی میکردیم و میرفتیم سمت مسیر پیمایشیمون و قطار هم پیش به سوی ساری.